خوشه های خشم، نوشته جان اشتینبک، مترجمان شاهرخ مسکو، عبدالرحیم احمدی، قسمت 38. آل دستهایش را با پیشبندش پاک کرد. کاغذی را که بالای شبکه پنجره روی دیوار سنجاق شده بود نگریست. سه ردیف علامت ستونی شکل روی کاغذ دیده می شد. آل بزرگترین ردیف را شمرد. از کنار پیشخوان تا دخل جلو رفت. دسته را پیچاند و مشتی از سکه های 5 سنتی را برداشت. می پرسید چی کار می کنی؟ آل گفت شماره 3 داره پر می شه. آل به سومین ظرف پول نزدیک شد و سکه هایش را در آن ریخت و در پنجمین دوران چرخا 3 میله ظاهر شد و همه پول در تاس فرو ریخت. آل مشت درشتش را از سکه پر کرد و به سوی پیش تخته بازگشت. آنها را در کشو ریخت و به سرعت صندوق حساب را بست. سپس به جای خود برگشت و خطی را که از لکه ها به جا مانده بود پاک کرد و گفت شماره 3 بیشتر از همه کار کرده، بهتره که جاشون رو عوض کنم. سر دیگی را برداشت و گوشت سرخ شده ای را که دود می کرد به آرامی گرداند. می گفت من نمی دونم اینا در کالیفرنی چی کار می کنن. کیا؟ همینای که الان اینجا بودن. آل گفت منم نمی دونم. خیال می کنی کار گیرشون میاد؟ آل گفت من چه می دونم. می جاده را در جهت مشرق نگاه کرد. یه کامیون داره میاد. آیا نگر می دارن؟ ایشالله. و همچنان که کامیون بزرگ به سنگینی به کناره جاده رانده می شد می کهنش را برداشت و سراسر پیش تخته را پاک کرد. همچنین قهوه جوش تابناک را به آرامی تکان داد و دستگیره گاز را پایین آورد. آل یک مش شلغم آورد و به پوست کندن آنها پرداخت. هنگامی که در به روی دوراننده که لباس متحد و شکل به تن داشتن گشوده شد، چهره می شادمان گشت. سلام همشیره. می گفت من همشیره ی هیشکی نیستم. مردها خندیدند و می هم خندید. آقا پسرا چی می خوان؟ یه کاکائو. نون خامه ای چی دارین؟ خام آناناس، خام موز، خام شکلات و نون مربای سیب. یه نون مربای سیب بدین. نه صبر کنین. اون نون بزرگه چیه؟ می نان را برداشت، بو کرد و گفت خامه آناناس. خب پس برام یه تیکه ببرین. روی شاهراه 66 اتومبیل ها با صدای زننده می قریدند. فصل 16. خانواده جاد و ویلسون دست جمعی به سوی مغرب روان بودند. آل رنو و بریجپورت، کلینتون، الکسیتی، سیر و تکزولا. در اینجا مرز بود و اوکلاهوما پشت سرشان گسترده بود. و در این روز اتومبیل‌ها با رشته پایان ناپذیری در طول این قسمت تگزاس که دست ناوه خوانده می‌شود، می‌خزیدند. آلان رید، گروم و پارنل. وقتی که شب رسید از آماریلو می گذشتند و فاصله زیاد منزلگاه ها آنها را مجبور کرد که شب چادر بزنند. خسته بودند و پوشیده از گرد و غبار و گرمشان می شد. گرما در مادر بزرگ تشنجاتی پدید می آورد و هنگامی که فرود آمدند خیلی ناتوان بود. شب هنگام آل چوبی از پرچین ها دزدید و دو سر آن را به دو کناره بالای کامیون نهاد. شب جز خورده های نان های سرد و سفتی که از ظهر مانده بود چیزی نخوردند. خود را روی تشک ها انداختند و با لباس به خواب رفتند. ویلسون ها هم چادر خود را می افراشتند.
جادها و ویلسونها در طول دست ناوه ناحیه خاکی رنگ و پردره که بر اثر طغیانهای پیشین آبها موجدار و پرچین شده است می گریختند. از اوکلاهوما و کناره تگزاس می گریختند. لاک‌پشت‌های خاکی در گرد و غبار می خزیدند و خورشید زمین را می کاوید. و شب هنگام گرما آسمان را ترد می کرد و زمین هم موج‌های گرمش را باز می فرستاد. فرار دو خانواده دو روز طول کشید، ولی روز سوم کشور در نظرشان خیلی بزرگ شد و روش زندگی تازه‌ای را پذیرفتند. راه بزرگ خانه آنها و حرکت وسیله احساسشان شد. رفته رفته با زندگی تازه خو گرفتند. در آغاز روتی و وینفیلد، بعد آل، بعد کنی و روزا شازن و سرانجام مسنترها. سرزمین ها چون تلاطمی که بی حرکت مانده باشد موج می زدند. در اینجاست که تگزاس پایان می یابد و نیو مکزیکو و کوهستان ها شروع می شود. در آن دورها کوها سر به آسمان کشیده بودند و چرخهای اتومبیل ها می گشتند و می نالیدند و موتورها داغ می شدند و بخار از دهانه رادیاتورها بیرون می جست. تا رودخانه فوکس پیش رفتند و در آنجا از سانتا روزا گذشتند و باز هم 20 مایل راه پیمودند. آلجاد کامیون را میراند. مادرش و روزا شازن کنار او نشسته بودند. جلوی آنها کامیون مینالید. هوای گرم روی دشت موج میزد و کوها را میلرزاند. آل با بیقیدی کامیون را میراند. دست‌های نرمش را روی میله افقی فرمان نهاده بود. کلاه خاکی رنگ و لبه برگشتش که به روش سوارکاران روی گوشش خم شده بود، یک چشمش را می‌پوشاند. و همچنان که می‌راند، گاه گاه سرش را می‌گرداند و از پنجره توفی به بیرون می‌انداخت. مادر کنار او دستمالش را روی شکم صلیب نموده و تنش را خم کرده بود تا بتواند در برابر خستگی بهتر مقاومت کند. آرام نشسته بود و تکانهای کامیون سر و تنش را می جنباند. برای آنکه کوههای روبرو را ببیند، چشمهایش را نیمه باز کرده بود. روزا شازن پاهایش را کف اتاقک می فشرد و آرنج راستش را از پنجره بیرون کرده بود و خود را در برابر تکانهای کامیون راست نگاه نمی داشت. صورت فربهش با هر تکانی منقبض می شد. عضلات گردنش کشیده بود و سرش با تکانهای کوتاه و پی در پی می جنبید. می کوشید تنش مثل ظرف سختی راست بماند تا جنین از تکان در امان باشد. سرش را به جانب مادر گرداند و گفت: مادر. چشمهای مادر درخشید و توجهش به روزا شازن جلب شد. با یک نظر صورت کشیده، منقبض، گوشتالوی او را دید و لبخند زد. زن جوان گفت: ما در وقتی که رسیدیم، دیگه کارمون اینه که میوه بچینیم و توی ده زندگی کنیم، نه؟ مادر لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: هنوز که نرسیدیم. چه میدونم چی پیش میاد؟ میرسیم و میبینیم. زن جوان گفت: من و کنی نمیخوایم توی ده زندگی کنیم. ما همه نقشه‌هامونو کشیدیم. یک لحظه سایه چهره مادر را تیره کرد و پرسید: شما نمیخواین پیش ما، پیش خانواده بمونین؟ من و کنی خیلی فکر کردیم. مادر، ما میخواییم تو شهر زندگی کنیم. با التهاب و حرارت ادامه داد. کنی توی مغازه، شایدم توی کارخونه کارگیر بیاره. تو خونه درس میخونه، شاید رادیو سازی. میخواد تکنسیان بشه و شایدم بعدها یه مغازه واسه خودش داشته باشه. هر وقت دلمون خواست سینما میریم، میریم تفریح. کنی میگه وقتی که بچه به دنیا بیاد دکتر میاره و میگه هر وقت وسیلش فراهم بشه منو به زایشگاه میبره و یه ماشین کوچیک میخریم و شب وقتی که کارش تموم میشه با هم کلی خوش میگذرونیم. خیلی کیف داره.
کنی یه صفحه از مجله کانفیدنس رو پاره کرد و میخواد بنویسه با مکاتبه براش درس بفرستن. آخه خیلی ارزون تموم میشه. اینو روی همون ورقه کاغذ نوشته بودن. من دیدمش. و اون وقت فکر کن وقتی که درسش رو تموم کرد برای شما هم یه جایی پیدا میکنه. رادیو سازی شغل خیلی خوبیه، آیندهش خوبه. آدم تو شهر زندگی میکنه و گاه گاهی سینما میره و بعد میدونی من یه اتو برقی میخرم و همه ی اسباب بازی ها و لباسای بچم نو میشه. کنی گفت لباسای سفید واسش میخریم. تو کاتالوگ این چیزای قشنگی رو که واسه بچه ها درست میکنن دیدی؟ در اول کار وقتی که کنی تو خونه درس میخونه ممکنه اونقدر وضعمون خوب نباشه. شاید تا وقتی بچه به دنیا میاد درسش رو تموم کنه. اون وقتا ما یکی رو میاریم پیش خودمون. نمیخوایم که همه چی تموم باشه، فقط میخوایم با بچه‌مون خوش رفتاری کنه. چهرش از شوق میدرخشید. من فکر کردم که خب شاید بتونیم تو شهر بمونیم. وقتی کنی مغازه خرید شاید آل بتونه باهاش کار کنه. مادر همچنان چهره سوزان دخترش رو نگاه میکرد. میدید که دیگ آرزوهایش رفته رفته گرم میشود. گفت ما نمیخوایم شما از ما جداشین. وقتی که خانواده ها از هم بپاشه دیگه زندگی واسه چی خوبه؟ آل به مسخره گفت من برای کنی کار کنم؟ چرا کنی نیاد واسه من کار کنه؟ انگار فقط کنی میتونه شبا درس بخونه. گویی مادر متوجه شد که همه اینها جز خواب و خیالی نیست. سرش را گردان تا باز هم به منظره روبرو نگاه کند و در جای خود قرار گرفت، ولی لبخند سبکی به دور چشمهایش مانده بود. نمیدونم مادر بزرگ امروز حالش چطوره؟ آل که روی فرمان خم شده بود با دقت گوش داد. از موتور صدای ناله آرامی برمیخواست. آل به سرعت افزود و صدا بلندتر شد. حرکت موتور را کندتر کرد، گوش داد. سپس یک لحظه گاز را رها کرد و از نو گوش فرا داد. صدا که به آهنگ ضربات چکش میمانست شدت یافت. آل بوق زد و کامیون را به کنار جاده راند. کامیون در جلوی آنها ایستاد و سپس اندکی عقب زد. سه اتومبیل از کنارشان گذشتند و غبار برانگیختند. به سوی مغرب می رفتند و هر سه هنگامی که می گذشتند بوق زدند و راننده آخری سرش را بیرون آورد و فریاد کشید مگه مرض داری که اینجوری نگه می داری؟ بیناموس؟ تام سرش را برگرداند، پایین جست و پیش آمد. از عقب کامیون سرها ظاهر شدند. آل حرکت موتور را کند کرد و به صدای آن گوش داد. تام پرسید آل چیه؟ آل موتور را تند کرد. گوش کن ببین صدا زیاد میشه. تام گوش داد و گفت یواشترش کن. کاپوتو بالا زد و سرش را در آن فرو برد. حالا تندش کن. یک لحظه گوش داد. سپس کاپوت را پایین آورد و گفت خب انگار راست میگی. و گفت یاتاقه نه؟ تام گفت گمون میکنم. آل شکوه کرد آخه روغنم که ته نکشیده. آره ولی روغن نمیرسه، مثل چوب کبریت خشکه. خب باید عوضش کنیم، دیگه چاره ای نیست. گوش کن، من جلوتر میرم یه زمین صاف پیدا کنم که نگر داری. یواش یواش پیش بیا. ویلسون پرسید خیلی خرابه؟ تام گفت تا ببینی. و به سوی کامیون خود بازگشت و آهسته آهسته پیش راند. آل توضیح داد نمیدونم چی شد که سوخت. من مواظب بودم که مرتباً روغن برسه. آل میدانست که فقط او مستحق سرزنش است. آل به خطای خود آگاه بود. مادر گفت تقصیر تو نیست، تو هر کاری میتونستی کردی. سپس با حجب و کمرویی پرسید راستی خرابی خیلی زیاده؟ خانم درست کردنش آسون نیست، باید یه بیل پیدا کنیم یا یاتاقانو عوض کنیم. آه عمیقی کشید. بهتره که تام تعمیرش کنه، من هرگز یاتاقان تعمیر نکردم. وای خدایا
خدا کنه تام بلد باشه. تام کامیون را به طرف سراشیبی راند، از آن گذشت و در سایه ایستاد. پایین آمد و منتظر رسیدن آل شد.